گاید قلمه های انگور هستش که امسان من گرفتم از تنه اصلی و همه شون گرفتم از خوبی. از این گیاه انگور گرفتم که اینم پارسال ریشه دوانی در هوا کردم. دوستان امروز براتون این انگوری که داخل آب ریشه دار کردیم و میخوام بذارمش داخل خاک. یه دونه گلدون بردیم اینجا، یه گلدون تمیز که این بشه این قسمت ریشهش بره داخل خاک. این خیلی مهمه. خب حالا من یه مقدار خاک میریزم اینجا که خاکم ترکیب برگ، پرلیت، کوکوپیت و خاک برگ، پرلیت و کوکوپیت هستش. خب یه مقدار کمپوست برای مواد مغذی گیاه رو میریزیم که بتونه برگ خوبی تولید کنه گیاهمون. یه مقدار کوکوپیت خالی دوستان میریزم روی اون خاکی که ریخته بودم و اینجا باید الان مقدار ریشه ساز بزنم بهش که این ریشه‌ای که تولید کرده گیاه باید شما هورمون بزنید بهش که من اصل هورمون ریشه ساز پوکون استفاده میکنم اینجا، خیلی خوب جواب میده و شوک گیاهو میگه. حواستون باشه این ریشه نباید خوش بشه دوستان، همونطور که ببینید خیس هنوز. من رفتم یه بار دیگه خیسش کردم که خوب این پودر پوکون ریشه سازمون بهش بچسته. خب میام روی تمام ریشه دوستان از این پودر ریشه ساز میریزم. بعد اینکه داخل آب کاملا ریشهش در اومد و شروع کرد به برگ دادن، شما این کار رو انجام میدید. که من تو ویدیوهای بعدی باز دوباره اینو نشون میدم بهتون دوستان که ببینید به چه صورت انگورتون رو ریشه دار کنید. همونطور که تو ویدیو قبلی دیدی من اینو از یه درخت 3 ساله، یعنی که انگوری هستش که تا امسال به همون میتونه میوه بده، 2 تا دونه دست در آورده. خب کلشو ریشه ساز زدم دوستان و روی ساغرم زدم. حالا میام کل ریشه رو به صورتی که پخش بشه و به دور گلدونتون نچسبه دوستان، چون که ریشه ها الان خیلی حساس هستش و اون گرمای خورشید باعث میشه ریشه رو بسوزونه. به این شکل دوستان
ریشه رو میذاریم داخل گلدون و دورش رو خاکه کوکوپیت می‌ریزیم یه مقدار. روی اون ریشه ها هم یه مقدار دیگه من از این ریشه ساز بخونم میریزم که سرعت ریشه ساختن رو ببره بالا. چون دوستان بهار هستش و گیاهان سرعت رشدشون میره بالا توی این فصل از سال، چون که داخل خونه بوده این برگش در اومده و حتما باید از ریشه ساز زیاد استفاده کنم که جواب خوبی بگیرم. حالا میام دوباره از همین خاکی که آماده کردم، پرلیت و کوکوپی و خاک برگ میریزم روش. اصلا سعی کنید زیاد طولانیش نکنید و سعی گیاه آبیاری کنید که گیاهتون شوک بهش وارد نشه و استرس نگیره. یه مقدار خیلی کم با دست یا با یه دونه قاشق صافش میکنیم روی خاکو و دوباره روی رو رو من کوکوپیت میزنم. دوستان میشه شما میتونید دوستان میدونید گیاه عالی داشته باشید یه گیاه عالی و یه قلمه انگور که بتونه امسال ازش میوه بگیرید. البته من امسال از این میوه نمیگیرم، میذارم بزرگ بشه و اگه انگوری هم بده انگورشو میچینم که خود گیاه قوی تر بشه. خب دوستان امیدوارم که از ویدیو امروز لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه دوستان. امیدوارم که امسال از همه سالها براتون بهتر باشه و موفق تر باشید توی همه زمین ها. تا درودی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. I love you guys.